امشب در 24 حمایت رئیس کمیسیون اروپا از تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران، آغاز جلسه پارلمان اروپا در مورد اعتراضات سراسری و وضعیت حقوق بشر در ایران. All Iranians are banding together, standing together for democracy, understanding that LGBTQ rights, gender equality, ethnic... انتقاد فعالان حقوق بشر از وضعیت ایران در اجلاس داووس. نازنین بنیادی اتحاد در برابر جمهوری اسلامی رو رمز پیروزی مردم ایران خونده. بچه من از لحظه‌ای که رفتم همزمان با افزایش فشارهای امنیتی بر هنرمندان معترض، خانه سینما خواستار آزادی فوری جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی شد. تجمع کارکنان شرکت پالتکسیوی گاز ایران در اعتراض به و اعتصاب و اعتراض کارکنان صنعت انرژی ایران در شهرهای مختلف. کارکنان پالایشگاه‌های مختلف نفت و گاز دست از کار کشیدند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. پارلمان اروپا تا دقایق دیگه بحث در مورد اعتراضات سراسری و وضعیت حقوق بشر در ایران رو شروع میکنه. دیروز و در تجمعی تاریخی هزاران ایرانی در مقابل پارلمان اروپا و در خیابان‌های استراسبورگ فرانسه از اتحادیه اروپا خواستن سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام کنه. پیشتر مقامات تعدادی از کشورهای اروپایی گفته بودند بعد از آغاز اعتراضات سراسری ایرانیان، سرکوب این اعتراضات و وضعیت حقوق بشر در ایران به اولویت اول کشورها در مواجهه با جمهوری اسلامی تبدیل شده. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در جلسه پارلمان این اتحادیه سرکوب خشونتبار معترضان و همینطور فروش سلاح به روسیه از سوی جمهوری اسلامی رو غیر قابل قبول خوند. سرکوب وحشیانه تظاهر کننده ها و استفاده ابزاری و سیاسی از مجازات اعدام غیر قابل قبوله. همچنین حمایت از روسیه، حمایت نظامی از روسیه با توجه به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، اون هم غیر قابل قبوله. البته من به همتایان ایرانی خودم گفتم در موارد متعددی که و اونها انکار میکنن که دارن به اوکراین سلاح میفرستن برای جنگ اوکراین، ولی خب فکر میکنم که واقعیت چیز دیگری باشه و به همین دلیل هم هستش که ما 5 سری تدابیر محدود کننده اتخاذ کردیم. 3 تا از اونها مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ایران میشه و 2 موردش مربوط میشه به فرستادن پهباد به روسیه. اما با وجود همه اینها فکر میکنم که باید کانال های ارتباطی رو باز نگه داریم در ارتباط با این مذاکرات درباره توافق هسته‌ای، برجام قضایی. باید همچنان همه تلاش خودمون رو بکنیم که ایران به سلاح هسته‌ای نرسه و من هیچ راه بهتری از برجام نمی‌شناسم برای رسیدن به این هدف. جوزف بورل بود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم با وحشیانه و وحشتناک خوندن سرکوب اعتراضات توسط جمهوری اسلامی گفته است تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا حمایت می‌کنه. اقدامات رژیم ایران وحشیانه و هولناکه. اونها حقوق بشر رو زیر پا میذارن. چیزی که میبینیم و اتفاقاتی که در ایران رخ میده غیر قابل باور هستند. پس لازمه که یک پیام جدی و اقدام خیلی فوری صورت بگیره. به همین دلیل ما به دنبال دور جدیدی از تحریم ها هستیم. همچنان من از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی حمایت میکنم. من شنیدم که برخی وزیران این رو میخوان و من هم فکر میکنم حق با اونهاست. مهران عباسیان همکارم از استراسبورگ فرانسه با ماست. مهران، میدونم که تا لحظات دیگه قرار جلسه در مورد ایران شروع بشه. برنامه کاریشون چیه؟ خب فردا امروز بعد از ظهر کامل جلسات پارلمان اروپا اختصاص داشت به موضوعاتی خارج از کشورهای اتحادیه اروپا مانند اوکراین و روسیه. در این باره بحث شد که تحریم‌های بیشتر علیه روسیه اعمال بشه و همچنین تسلیحات و کمک‌های نظامی برای اوکراین. به همین دلیل جلسه ایران قرار بود ساعت 7 بعد از ظهر به وقت محلی باشه، اما حدود 10 دقیقه دیگه با 3 ساعت تأخیر قرار آغاز بشه. اینجا با حضور جوزف بورل قرار درباره تحریم‌ها، دور چهارم تحریم ها بر روی ایران، که آیا این تحریم ها چه خواهد بود در رابطه با اعدام و سرکوب معترضین،
چند نماینده میخوان از این فرصت استفاده بکنن و یک طرح رو اینجا به بحث و بررسی بذارن و اون هم اضافه شدن سپاه پاسداران به لیست تحریم هاست و اضافه شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. همچنین دو تا از نماینده ها خواستار اینن که برجام هم تعلیق بشه. خب روز گذشته هزاران ایرانی اینجا اومدن و در واقع برگزار کنندگان قصدشون این بود که نمایندگان پارلمان اروپا یک ذهنیتی در مورد ایران داشته باشن و بدونن که خواسته اصلی معترضین در ایران چیه. خب تجمع کنندگان روز گذشته با صدای بلند شعار دادن بر علیه سپاه پاسداران و خب در صحبت نمایندگان پارلمان اروپا هم هست 100 نماینده تا حالا اعلام کردن که خواهان اینن که سپاه به لیست تروریستی اضافه بشه، چون سپاه پاسداران رو در واقع بازوی اصلی جمهوری اسلامی میدونن و نقش سپاه رو در سرکوب معترضین. امروز درباره سپاه پاسداران در بخش اوکراین و روسیه هم بحث شد که کمک‌های نظامی سپاه به روسیه میتونه اونو در لیست تروریستی قرار بده. همونطور که خودت هم اشاره کردی، بحث سپاه پاسداران به نظر میاد که این روسا در اتحادیه اروپا خیلی جدی است. میدونیم که حتی نشست امروز هم رأی‌گیری برای هنوز برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نیست، ولی به نظر میاد با فشارهایی که دارن میارن، چه معترضان ایرانی و چه نمایندگان اتحادیه اروپا، این آرام آرام داره وارد دستور کارشون میشه. دقیقاً. خب امروز بعد از ظهر رئیس کمیسیون اروپا واکنش نشون داد و گفت این تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران جوابی به لگد مال کردن حقوق بشر در ایران. روز گذشته رئیس پارلمان اروپا به میون تجمع کننده ها اومد و اعلام حمایت کرد و گفت ما فقط نظاره‌گر معترضین نیستیم، بلکه می‌خوایم همراهشون باشیم و کمکی به این معترضین بکنیم. حالا باید ببینیم که روز پنجشنبه به قراره اگر این به عنوان یک قطعنامه اینجا امشب در پارلمان اروپا به صورت یک قطعنامه بشه، روز پنجشنبه قراره رأی‌گیری بشه. اگر رأی‌گیری بشه بعداً به اتحادیه اروپا خواهد رفت و اونجا تصمیم گیری اصلی برای تروریستی بودن سپاه اعمال میشه. ولی از زمزمه‌ای که این ورون برداریم میشنویم به نظر نمیاد مخالفت جدی در اتحادیه اروپا با چنین اقدامی وجود داشته باشه. نه تقریبا، ولی خب 100 نماینده اعلام آمادگی کردن و برگزار کنندگان که اکثرا نمایندگان ایرانی تبار پارلمان کشورهای مختلف بودن، خواستشون برای برگزاری این بود که تأثیر بذارن بر روی نماینده های دیگه پارلمان اروپا، بتونن اونا رو هم در رأی‌گیری که روز پنجشنبه میشه با خودشون همراه کنن. ولی خب طی این چند روز و امروز نشانه ای که از سیاستمداران غربی میاد، صحبت هایی که میکنن، واکنش ها و توییت هایی که میزنن، نشون اینو داره که امکان داره به زودی سپاه در لیست تروریستی بره. ممنونم از تو مهران عباسیان، همکارم در استراسبورگ فرانسه، جایی که جلسه اتحادیه اروپا از دقایق دیگر در مورد ایران شروع خواهد شد. سه‌شنبه 27 دی ایرانیان و اوکراینی‌های ساکن آلمان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت تجمع کردند. این تجمع اعتراضی مشترک در حمایت از اعتراضات سراسری ایران و مقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم روسیه برگزار شد. گزارش همکارم جمشید بهرامی را از این تجمع ببین. امروز ایرانی ها و اوکراینی های ساکن فرانکفورت در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی رو برگزار کردند در حمایت از خیزش انقلابی و همچنین در حمایت از مبارزات مردم اوکراین علیه رژیم روسیه. و همچنان که خودت هم گفتی، در واقع این اولین بار نیست که ایرانی ها و اوکراینی ها در آلمان همکاری های مشترک علیه دشمن مشترک انجام میدن، همچنان که خودشون در اینجا میگن. در واقع قبلا ما در شهرهای دیگه هم این همکاری ها رو دیدیم، در کلن، دوسلدورف و شهرهای دیگر آلمان و در خود فرانکفورت هم این تجمع های مشترک بوده. و در واقع در صحبت هایی که من با تجمع کنندگان ایرانی و اوکراینی که در اینجا هستند داشتم، میگفتن علیه جمهوری اسلامی و علیه رژیم روسیه به اینجا آمدند و در گوشه شمع روشن کردند، گل گذاشتند و ابتدا این تجمع با یاد جان باختگان ایرانی و جان باختگان اوکراینی این تجمع شروع شد. و همچنان که میبینی در
اینجا به اوکراینی ها هم هستن که پرچم اوکراین در دست دارن و دست در دست هم با ایرانی ها در اینجا هستند و خواستار اتحاد بین المللی علیه رژیم روسیه و جمهوری اسلامی هستند. یکی از برگزار کنندگان این تجمع آقای محمد کهران در کنار من هستند. آقای کهران، برای ما از این همکاری مشترک با اوکراینی ها بگید و چه هدفی دارید؟ درود، محمد کهران هستم. ما امروز اتحادمون رو بین تمام مردم ایران برقرار کردیم و امروز نیاز به اتحاد بین کشورهای خودمون و کشورهای اروپایی داریم و امروز با برگزاری مراسمی که ما انجام دادیم بین خودمون و کشور اوکراین، این همبستگی رو داریم نشون میدیم و باید به تمام مردم اروپا این رو برسونیم که جمهوری کثیف اسلامی تنها تو کشور ایران داره جنایت برپا نمیکنه، با این سلاحایی که داره به کشور روسیه میرسونه و این کشتاری که مردم اوکراین دارن انجام میدن و این مردم بیگناه که همشون مثل ما کوچ کردن از کشورشون و ورود کردن به اینجا، باید همبستگیمون رو نشون بدیم. ما از جون و دلمون وقت گذاشتیم. امروز 40 عزیزمون محسن شکاریه، ما از طرف محسن شکاری امروز اومدیم و این بچهای اوکراین از طرف خانواده‌های خودشون که از دست دادن اومدن، امروز این همبستگی رو ما انجام دادیم و به کشورهای آلمان و کشورهای اروپا این فریادمون رو میرسونیم. ما همبستگیمون رو داریم انجام میدیم تا بتونیم جمهوری کثیف اسلامی رو به حد مجازات برسونیم و امیدوارم با تجمعی که دیروز انجام دادیم توی کشور فرانسه شهر اشتراسبورگ، امیدوارم بتونیم سپاه جمهوری کثیف اسلامی رو تو لیست تروریست ببینیم. سپاسگزارم. در واقع ریحان، من این رو هم باید اضافه بکنم، در طول این 120 روز ایرانی ها با اوکراینی ها تجمع ها و راهپیمایی های بسیاری رو برگزار کردند، اما در صحبت هایی که با تجمع کنندگان داشتم میگفتن که مخالف سرسخت علی خامنه ای و همچنین پوتین هستند، چرا که در واقع ائتلاف بین پوتین و خامنه ای نیازمند یک اتحاد بین المللی علیه این دو شخص و رژیم جمهوری اسلامی و همچنین رژیم روسیه هست. این تجمع فعلا ادامه داره تا ساعت‌های دیگه و طبق صحبت‌های برگزار کنندگان ما شاهد تجمع‌های مشابه دیگری و همکاری‌های دیگر اوکراینی‌ها و ایرانی‌ها در این رابطه خواهیم بود. بیننده 24 هستید با من فرداد فرساد. یک چشممون به اتحادیه اروپا است. به محضی که جلسه در مورد ایران شروع بشه تصاویر زنده‌شو با ترجمه همزمان پخش می‌کنیم. اما در ایران در ادامه اعتراضات در این کشور ساعتی پیش به مناسبت 40 درگذشت محسن شکاری، معترضان در فضای بسیار امنیتی در میدان هفت حوض نارمک جایی که او زندگی می‌کرد تجمع کردند و شعار دادند. نیروهای امنیتی هم با خشونت معترضان را متفرق کردند. روز 27 دی دم خونه محسن شکاری میدون 86 پر ماموره و اصلا اجازه تجمع نمیدن. همینطور معترضان سعی کردند بر مزار محسن شکاری در بهشت زهرا تجمع کنند که با سرکوب ماموران امنیتی مواجه شدند. در بعضی مناطق مردم با نصب بنر به مناسبت 40 محسن شکاری، اولین اعدامی اعتراضات سراسری در ایران، یادش رو گرامی داشتند. سلام، امروز 27 دی 1401 40 محسن شکاریه. ما اومدیم بهشت زهرا، گرفتم ما رو حسابی کتک زدن، اصلا نمیزن حتی فاتحه، رفتیم فقط یه فاتحه بخونیم، حسابی ما رو گرفتن زدن، فشای بد دادن، اصلا نمیزن کسی اونجا بره.
کثافت های وحشی فقط مردم رو میزنن. امروز 27 دی ماه خسرو امامی. محسن جان امروز 40 متر تو یه خیابون رو بستی، خیلی زود ما مردم تمام ایران رو برات میبندیم. برادرم راهت ادامه داره. 27 دی تهران اتوبان همت. در ادامه فشارهای امنیتی بر هنرمندان، الهام پاوه‌نژاد بازیگر تئاتر و سینما به دادسرای اوین احضار و با قرار وثیقه آزاد شده و پیشتر ویدئویی بدون حجاب اجباری از خودش منتشر کرده بود. خبرهایی از احضار مهتاب کرامتی و آزاده صمدی هم به دادسرای اوین منتشر شده. همزمان مهتاب نصیرپور بازیگر و مدرس بازیگری که به دادسرای زندان اوین احضار شده بود بعد از 6 ساعت بازجویی به غیر وثیقه آزاد شد. من از لحظه ای که رفتم تو داشتم نمیشتم چرا بابا 10 روز نمیدم؟ مژگان ایلانلو کارگردان و مستندساز هم در دادگاه انقلاب به 10 سال حبس 74 ضرب شلاق محکوم شد. خانم ایلانلو عکس‌های بدون حجابش رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود. همزمان اخباری از بازداشت شاهین صمدپور کارگردان و مستندساز منتشر شد. آقای صمدپور بعد از انتشار گفتگوش با نامزد حنانه کیا از معترضان کشته شده در نوشهر دستگیر شد. همزمان خانه سینما خواستار آزادی فوری جعفر پناهی فیلمساز سرشناس ایرانی شده. پناهی تیر ماه گذشته بازداشت و زندانی شد. خانه سینما در بیانیه‌اش از نقض حکم آقای پناهی در دیوان عالی کشور خبر داده. از طرف دیگه در حالی که کمتر از 3 هفته به آغاز جشنواره فجر مونده، فهرست فیلم‌های راهیافته نهایی هنوز منتشر نشده و هنوز مشخص نیست. حتی بلیط‌های جشنواره امسال بدون درج نام فیلم‌ها پیش فروش می‌شن. خیلی از هنرمندان و سینماگران جشنواره امسال رو تحریم کردن. شقایق نوروزی بازیگر و مؤسس صفحه میتوی ایران از بارسلونا با ماست. خانم نوروزی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. به نظر میاد یک فضای به شدت خفقان آور در ایران متوجه هنرمندان هست، به خصوص بعد از واکنشایی که تعداد زیادی از اونها به وضعیت ایران نشون دادن. کاملا درست میگید. خب حکومت تمام تلاشش رو میکنه که صدای هنرمندان رو ساکت بکنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه بسیار بسیار برای حکومت یکی از دستاوردهای انقلاب در واقع تحمیل این شکست بود به حکومت. بسیار برای حکومت گرون تموم شد. واکنش‌های هنرمندان به سرکوب و واضح‌تر بگم پیوستن هنرمندان به انقلاب ژینا بسیار برای حکومت سنگین تموم شد. ببینید 43 سال حکومت تمام توانش رو گذاشت برای اینکه هنرمندان رو به جشنواره‌های خارج از ایران بفرسته، بگه همه چیز عادیه. جشنواره برگزار بکنه، همین جشنواره فیلم فجر که داره تحریم میشه یک دستاورده. این برگزار میشد سالهای قبل، ما در خیزش‌های قبل یادمونه. جشنواره برگزار بکنه در حالی که مردم کف خیابون کشته شدن، در حالی که آوار متروپول ریخته روی سرشون. حجاب اجباری سر زنان بازیگر کرد، نمیدونم نظارت‌های آنچنانی روی فیلم‌ها انجام داد، تمام تلاشش رو کرد که هنرمندان تنها چیزی که ازشون بمونه این باشه که یک ابزاری باشن برای بازتولید پروپاگاندای جمهوری اسلامی و وابسته باشن به این سیستم. همین الانم در این تحریم جشنواره میبینید تهدیدی که حکومت داره میکنه، تهدیدی که روزنامه کیهان داره میکنه، داره دست میذاره روی منافعی، به اصطلاح منافعی که ساخته بوده که هنرمندان رو به این وسیله اسیر نگه داره. میگه شماها اینجا کار کردید، ما بهتون مجوز دادیم، شماها با ما معروف شدید. روی اینها داره سرمایه گذاری میکنه. امید داره که با این و با تهدیدشون، با بازداشت‌ها، این پیوند رو بین هنرمندان و مردم قطع بکنه. غافل از این که کار از این گذشته. الان وضعیت وضعیتی نیستش که دیگه هنرمندان رو بتونه با در واقع اون وعده‌ها استثمار بکنه و امید داشته باشه که اونها بتونن ساکت بشن در مقابل این حجم عظیم سرکوب و انقلاب مردم.
هم از شما. شقایق نوروزی، بازیگر و مؤسس صفحه میتو ایران از بارسلونای اسپانیا با ما. بیننده 24 هستید. همطور که در ابتدای برنامه بهتون وعده دادم، یک چشم ما به استراسبورگ در فرانسه هست و پارلمان اتحادیه اروپا، جایی که دید ریندرز کمیسیونر مسئول امور قضایی این اتحادیه قراره در مورد ایران صحبت بکنه و البته دیگر نمایندگان این اتحادیه. ولی او رو میبینید که همین الان در حال صحبت هست، هرچند به نظر میاد هنوز حرفا در مورد اوکراین ادامه داره. در این آخرین دقایق باقی مانده از جلسه پیشین اتحادیه اروپا در استراسبورگ در مورد وضعیت حقوق بشر در اوکراین و رفتار روسیه، گمان میره که تا لحظات دیگر در مورد ایران صحبت بکنن. داریم همکاران من گوش میدن به محصه که در مورد ایران صحبت بکنه، اون رو زنده برای شما پخش میکنیم. دید ریندرز رو میبینید، کمیسیونر مسئول امور حقوقی و عدالت در اتحادیه اروپا که در مقر فرانسوی اتحادیه اروپا در استراسبورگ داره صحبت میکنه. اجازه بدید بخشی از صحبتاشو بشنویم، شاید موضوع ایران شروع شده باشه. شرایط رو، اولین قدم رو برداشتیم و اولین قدم اینه که یک دفتر دادستانی بین المللی تأسیس کنیم که تحقیق کنه، جمع‌آوری کنه شواهد و مدارک جرم‌های مختلف از جمله جرم تعرض و تجاوز به اوکراین. و وقتی که این دفتر تأسیس بشه با اوکراین، با قاضی‌های اروپایی، با کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری صحبت خواهیم کرد و این فرایند رو تسریع خواهیم کرد. بنابراین قصد کمیسیون اتحادیه اروپا اینه که به پیشرفت حاصل بشیم در ارتباط با رسیدگی به همه این جرائم، جنایات علیه انسانیت، جنایات جنگی، اینهایی که تا اینجا محرز شدن. ما ثابت قدم خواهیم بود، راسخ خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد که این قدم اول رو درست برداریم، یک دفتر دادستانی بین المللی ایجاد کنیم و این چیزیست که داریم همین الان راجبش بحث میکنیم. خب همطور که دارید میبینید، دید ریندرز کمیسیونر عدالت و برابری اتحادیه اروپا هنوز داره در مورد اوکراین صحبت میکنه. قرار هستش که در ادامه همین جلسه او مقدمه مربوط به بررسی نحوه برخورد اتحادیه اروپا با اعتراضات سراسری در ایران، رفتار جمهوری اسلامی با معترضان و اعدام‌های فزاینده رو بررسی بکنن. همونطور که در روزهای گذشته هم شنیدید، بسیاری از نمایندگان اروپایی در پارلمان این اتحادیه دارن تلاش میکنن تا سپاه پاسداران رو به فهرست سازمان‌های تروریستی در این اتحادیه اضافه بکنن. جلسه امروز در مورد این موضوع رأی‌گیری نخواهد کرد، ولی گمان میره که در دستور کار این اتحادیه قرار بگیره تا در روزهای پیش رو در موردش از نمایندگان کشورهای مختلف نظرخواهی بشه. برمیگردیم حتما به استراسبورگ به محضی که در مورد ایران حرف بزنن. اما این روزها کنفرانس اقتصادی جهانی داووس در جریان. در حاشیه این کنفرانس جلسه‌ای با حضور مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی و تیرنا حسن، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، به عنوان بررسی چشمانداز زنان ایرانی در سال 2023 برگزار میشه. در این جلسه نازنین بنیادی گفته که جهان باید صدای مردم داخل ایران رو تقویت کنه. مسیح علی‌نژاد هم در این جلسه از اینکه اتحادیه اروپا هنوز به گفته علی خامنه ای رو تحریم نکرده انتقاد کرد. Is it difficult on you only? هیچ یک از کشورهای اروپایی که به حقوق زنان، کرامت انسانی و برابری اهمیت می‌دهند، علی خامنه ای را که قاتل اصلی است تحریم نمی‌کنند. علی خامنه ای نه تنها کسی است که دستور قتل عام و کشتار ایرانیان را صادر کرده، بلکه برای کشتار اوکراینی‌ها پهپاد برای پوتین هم می‌فرستد. با این حال به وضوح دیده می‌شود علی خامنه ای در شبکه‌های اجتماعی حضور دارد و ابراهیم رئیسی در اینستاگرام تایید حساب کاربریش را دریافت می‌کند. باورتان می‌شود؟ پس چگونه میتوان فهرستی از درخواست ها از کشورها تهیه کنم؟ این خیلی آسان است. در حالی که مقام های جمهوری اسلامی 80 میلیون نفر را از استفاده از جامعه مجازی محروم کردند، باید آنها را از شبکه های اجتماعی بیرون کنیم. اول، ما جنبشی در حمایت از زنان ایران و افغانستان میخواهیم. دوم اینکه رهبران گروه 7 سفیرانشان را از ایران فرا بخوانند و دیپلمات های ایرانی را اخراج کنند. سوم، خیلی زیاد نیست که بخواهیم کشورهای اروپایی سفیرانشان را از ایران فرا بخوانند، جایی که تا کنون 500 معترض بیگناه کشته شدند. 50 نفر از آنها در انتظار حکم اعدام هستند و 5 نفر از آنها اعدام شدند.
خب اجازه بدید بدون وقت تلف کردن بریم به استراسبورگ فرانسه. همین لحظات پیش دیدی ریندرز، کمیسیونر عدالت و برابری اتحادیه اروپا در مورد ایران صحبتاش رو شروع کرد. اجازه بدید به حرفاش گوش بدیم. یک ابزار سرکوب، چهار معترض رو اعدام کردن، یکی از اونها رو در ملأ عام. مجازات اعدام، یک نقض غیر قابل قبول حقوق بشر و کرامت انسانی است و ما خواستار لغو اون در سراسر جهان هستیم. به عنوان یک بخشی از پاسخ هماهنگ ما، اتحادیه اروپا و بیشتر اعضای اتحادیه اروپا هفته گذشته سفرهای خودشون رو از ایران فراخوندن، سفرهای ایران رو فراخوندن تا خواستار تغییر رویه جمهوری اسلامی بشن. مردم ایران مثل مردم هر کشور دیگری این حق رو دارند که در مسالمت و آزادی اعتراض کنند. حقوق بنیادی اونها باید در همه شرایط بهش احترام گذاشته بشه و هنوز روشن نیست که چه تعداد افراد کشته شدن یا دستگیر شدن در ارتباط با اعتراض‌های اخیر. و NGO ها برآورد کردن که دست کم 500 نفر کشته شدن، اما آمار رسمی صحبت از بیش از 18,000، آمار غیر رسمی صحبت از بیش از 18,000 دستگیری میکنه. همچنین گزارش های سوء رفتار و شکنجه معترضان بازداشت شده رو دریافت کردیم که موجب نگرانی جدی ماست. بحث امروز ما فرصت ایجاد میکنه که پاسخ اتحادیه اروپا رو و کشورهای عضوش رو به بحث بگذاریم. پاسخ ما به نحوه مدیریت و مواجهه رژیم ایران با این اعتراض ها. بیانیه 25 سپتامبر 2022 که از جانب 27 کشور عضو صادر شد و قطعنامه 6 اکتبر پارلمان اروپا شاهدی است بر واکنش سریع اتحادیه اروپا به هر گونه سرکوب حقوق از بشری بنیادی و آزادی ها. در 3 ماه گذشته شورای اتحادیه اروپا 60 فرد و نهاد مختلف رو به فهرست تدابیر محدود کننده خودش افزوده به واسطه نقششون در کشته شدن مهسا امینی و سرکوب تظاهراتی که اعتراضاتی که در پی اون رخ دادن. بگذارید که خیلی روشن بگم که ما پاسخمون ادامه خواهد یافت تا زمانی که نیاز باشه در چارچوب تدابیری که از دسامبر پیش اتخاذ کردیم. همزمان ما استقبال میکنیم از تأسیس یک مکانیزم حقیقت یاب که شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد کرد، همچنین منصوب کردن 3 کارشناس برای رسیدگی به این قضیه و ما مشتاق همکاری با این کمیسیون حقیقت یاب هستیم برای مجازات کردن عاملان و ناقضان حقوق بشر که یک سیاست کلیدی و ارزش کلیدی و جهانی اتحادیه اروپا است. ما همچنان می‌خوایم که یک پیام روشن و قوی به ایران بفرستیم همسو با کاری که تا اینجا کردیم. ایران همچنین در دستور کار شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روزهای آینده خواهد بود و من اطمینان میدم به شما که همه گزینه‌ها برای پاسخ دادن به ایران روی میز خواهد بود. تشکر میکنم از توجه شما و مشتاق شنیدن این بحث هستم و میخوام که نظرات شما رو و پیشنهادهای شما رو هم الان بشنوم. ممنونم. خیلی متشکرم از جانب میخوایم صحبت نماینده گروه پارلمانی حزب مردمان اروپا رو بشنویم. متشکر هستم آقای کمیسر. خیلی روشنه که پاسخ به اعتراض ها و پاسخ به سرکوب و اعدام ها در ایران نمیتونه یک پاسخ نرم و معمولی باشه. نیاز به یک پاسخ قاطع داریم و باید خیلی روشن تصمیم بگیریم که چطوری میتونیم سیاست خودمون رو برنامه‌ریزی کنیم. این سرکوب وحشتناک و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران، رژیم ایران که فراتر از مرزهای داخلی خودش، مرزهای کشور خودش میره،
این یک تهدید جدی است علیه صلح بین المللی. این یک رژیم بیرحمه و میدونیم که محدودیت های جدی هست که فراتر از عرصه سیاسی میره در زندگی شهروندان این کشور. بنابراین باید در این مورد این پارلمان حد اکثر اتحاد رو از خودش نشون بده. برای همینه که ما داریم همکاری میکنیم روی این قطعنامه و نیاز به همبستگی داریم. باید با هم دیگه کار کنیم و ادامه بدیم به سمت آینده، همچنان با هم دیگه همکاری کنیم و باید خیلی روشن بگیم که سیاست های ما چی هست و اینکه پیامد هست، پیامد هایی خواهد بود برای اقداماتی که رژیم ایران انجام داده. بحث پاسخگویی هم هست. سپاه پاسداران یکی از بازوهای اصلی سرکوب رژیم هست و باید در فهرست سازمان های تروریستی قرار بگیره. باید تحریم ها رو به صورت پیوسته پیاده کنیم و حمایت کنیم از ایرانی ها در داخل و خارج از ایران، حمایت کنیم همچنین از اقلیت های ایرانی، پناهنده ها، به خصوص اونهایی که تحت تهدید هستند، و همچنین ابتکارهای دیپلماتیک رو و ارتباطات خودمون رو تقویت کنیم. ارتباطاتمون با اپوزیسیون، کسانی که ضد رژیم هستند، رو تقویت کنیم و همچنین مبارزه کنیم با بلوکی که و مسدود کردن دسترسی به اینترنت. این مسئولیت شهروندان اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا است که قدم‌های جدی بردارن در این راستا. خیلی متشکرم از گروه سوسیالیست ها و دموکرات ها، خانم اوین اینجر. همکاران، آقای کمیسر، شعار زن زندگی آزادی تبلور آزادی است. آزادی است که با اقدام بهش میرسیم و الان وقت اون رسیده که رژیم وحشی جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ تحویل بدیم. اقدام خیلی مهمه اگر که ما میخوایم به رسیدن به این آزادی، به سمت رسیدن به این آزادی کمک کنیم. باید اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بده. باید سران رژیم جمهوری اسلامی ایران رو تحریم کنه، از جمله خانواده های اونها. سه کلمه زن زندگی آزادی، شعاری که در کردستان زادگاه مهسا امینی زاده شد اما الان در سراسر ایران تنین انداز شده. مردم ایران، زنان ایران، همشون صبرشون به سر اومده. بگذارید که صدای اونها باشیم. بگذارید که یک پیام روشن به ملاها بفرستید. مردمتون رو نکشید. زن زندگی آزادی. خیلی متشکرم از جانب گروه پارلمانی احیای اروپا، فردریک ریس. خیلی متشکرم خانم رئیس. ما در زبان فرانسه هم میگیم الان دیگه زن زندگی آزادی. دیروز حدود 15,000 شهروند ایرانی از سراسر اروپا اینجا به استراسبورگ اومدن تا شعار بدن و اعتراض کنن به سرکوب سپاه پاسداران رژیمی که معترضان رو اعدام میکنه، به دار میآویزه، برای اینکه ترسیده از صدای اعتراض مردم. ما باید خیلی جدی باشیم. در درجه اول، در بالاترین سطح ممکن، نیاز به تحریم داریم علیه سپاه پاسداران که باید در فهرست تروریستی هم قرار بگیره. و بعد گروگان ها هستند، 25 شهروند اروپایی از جمله شهروندان بلژیکی و دیگر کشورها. این واقعا شرم‌آور هست. این چه عدالتی است؟ باید به تقاضای زنان ایران پاسخ بدیم و باید از گروگان‌های خودمون دفاع کنیم و همه باید با هم دیگه همکاری کنیم تا به این هدف برسیم. خیلی متشکرم از جانب گروه پارلمانی سبزها، آقای ارنست اورتاسون.
جوانها رو اعدام کردن در پی تظاهراتی که بعد از کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاد. طبیعتاً محاکمه‌هایی که در اون از هیچ حقی برخوردار نبودند و اصول بنیادی یک محاکمه عادلانه رعایت نشد و همچنین الان بیش از 20 معترض در خطر اعدام قرار دارند. شرایط سرکوب در ایران به حدود درجات بی سابقه‌ای از بیرحمی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر رسیده. هزاران نفر دستگیر شدند و رژیم ایران باید برای کشتن مردم خودش پاسخگو بشه. مسئولیت سیستماتیک رژیم ایران، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی ایران نمیتونه که ادامه داشته باشه. به همین دلیل است که ما باید تحریم‌های هدفمند رو علیه اونا وضع کنیم و تحریم‌هایی که برقرار هستن رو بهتر اجرا کنیم علیه کسانی که این تظاهرات مسالمت آمیز رو سرکوب کردن و همچنین با همکاری سازمان‌های بین‌المللی باید تحقیقات بین‌المللی بی‌طرفانه انجام بشه. فردا در پارلمان ما، پارلمان اروپا، با یک صدای قوی صحبت خواهیم کرد با تصویب این قطعنامه. مردم ایران نه فقط مستحق همبستگی ما هستند، بلکه مستحق عدالت، احترام و کرامت هستند. متشکرم. ممنونم. و حالا از جانب فراکسیون هویت و دموکراسی دومینیک بیلده. متشکرم خانم رئیس. 4000 کیلومتر فراتر از اینجا تروریسم و ترس حکمفرما هست برای سرکوب امید مردم، رژیمی که با سبویت مردم خودش رو سرکوب میکنه، مردمی که به خیابانها ریختن و نشون میدن که ایران تنها نتیجه انقلاب سال 1979 نیست، ایران تمدنیست که خدایان بسیاری داره از گذشته و تاریخ طولانی داره. ما باید از این امید به دموکراسی حمایت کنیم. واقعا مایه شرمساری است برای اونهایی که سعی کردند که اهمیت آزادی برای زنان رو کم ارزش جلوه بدن. ما نمیخوایم که بعضیا بیان صحبت از حمایت از زنان در ایران کنن اما همزمان بیان سعی کنن زنها رو در فرانسه، در بلژیک، در بقیه جاهای اروپا سرکوب کنن. بنابراین آزادی باید باشه، برابر باشه برای مردان و زنان و باید بفهمیم که یک فرصت بزرگی پیش روی ما هست و خب شرایط میتونه خیلی خیلی حساس باشه اگر که از این فرصت به بهترین نحو استفاده نکنیم. خیلی متشکرم از جانب گروه پارلمانی ECR آقای هرمان ترچ. خیلی روشنه که مردم ایران با یکی از بدترین رژیم ها و بزرگترین دشمنان آزادی در جهان روبرو هستند. 40 و چند ساله که چنینه و مرگ بخشی از شالوده این رژیم هست. این وضعیت سالهاست که ادامه داشته اما اروپا همواره یک مقدار مسامحه کرده با رژیم ایران و راهی پیدا کرده که با این رژیم داد و ستد کنه در حالی که مردمش تحت سرکوب در رنج بودن. این وضعیت سالهاست که ادامه داشته و حالا ایران الان کل منطقه رو به گروگان گرفته، در سوریه با حزب الله، در لبنان هم با حزب الله، نصف عراق رو عملاً منافع ایران و نیروهای نیابتی ایران اشغال کردن. ایران داره به روسیه در جنگ متجاوزانش علیه اوکراین کمک میکنه و در آمریکای لاتین هم تا حد قابل توجهی نقش داشته و داره، در ونزوئلا، کشورهای دیگر، در قاچاق مواد مخدر، در پولشویی، در انواع فعالیت‌های غیر مجاز و نامشروع نقش دارند از رژیم‌های مختلف ناشایست حمایت می‌کنند
و فراموش نکنیم که خیلی از این رژیم هایی که چپ اروپا ازشون حمایت میکنه، اینها هم با ایران دستشون در یک کاسه است. خانم موگرینی رفت تهران بعد از شماری از اعدام هایی که اونجا اتفاق افتاده بود. ما باید که سپاه پاسداران رو هم در فهرست سازمان های تروریستی قرار بدیم. واقعا خیلی مهمه که از نزدیک شرایط رو دنبال کنیم و راهی پیدا کنیم برای اینکه دست رژیم را از کشور کوتاه کنیم و با اپوزیسیون ایران راه‌های همکاری و ارتباط رو برقرار کنیم. و حالا از جانب فراکسیون چپ، خانم کورنلیا ارنست. در درجه اول میخوام ادای احترام کنم به قربانیان، زنان و کودکان و مردانی که کشته شدن، اعدام شدن. رژیمی که حتی کودکان رو میکشه، متاسفم که اینو بگم، ولی نباید وجود داشته باشه. ما در طرف خانواده ها، خویشاوندان و دوستان اینها هستیم، در طرف 18,000 دستگیر شده هستیم و اونهایی که در باقی جهان، اونها هم دارن به دست پهپادهای ایرانی کشته میشن. ما باید مجازات اعدام در ایران رو متوقف کنیم. از هر تحریمی که هدفش این جانیان باشه حمایت میکنیم. چنین رژیمی با چنین سیاستهای مشمئز کننده ای و حامی تحریمهایی نیستیم که جامعه ایران رو هدف قرار بدن. این رو بگم، خیلی باید بیشتر کار کنیم. من میخوام همه 700 و اندی عضو این پارلمان شخصا ایجاد شراکت کنید، کفالت سیاسی محکومان به اعدام رو بر عهده بگیرید، ارتباط برقرار کنید با اونها، اطمینان حاصل کنیم که همه 27 کشور عضو که حتی یکی از این افراد در کشورهای ما نتونه، نباید به ایران دیپورت بشه، فرستاده بشه. نمیتونیم فقط با سیاست‌های نمادین به پیش بریم و از اون قضیه ابراز رضایت کنیم. جامعه مدنی ایران خیلی بیشتر به کمک احتیاج داره. در مقاومت خودشون برای مبارزه با رژیم ایران نیاز به حمایت ما دارن. خیلی متشکرم از جانب گروه پارلمانی ثبت نام نشده آقای کارلس پوژدمون. خیلی متشکرم. مردم ایران قربانیان سرکوب رژیم آیت الله ها بودند. اتحادیه اروپا فقط کمیسیون، پارلمان و شورا نیست، بلکه رهبران اروپایی هست، دولت های اروپایی هست، کشورهای عضو هست. اتحادیه اروپا از این پارلمان با همه جهان صحبت میکنه، اما تک تک رهبران اروپا هم با اقدام های خودشون دارن با جهان صحبت میکنن. بیانیه‌های اتحادیه اروپا هیچ مشکلی ندارن، ما قهرمان اینجور بیانیه‌ها هستیم، اما این بیانیه‌ها با واقعیت تطبیق نمی‌کنند. همین چند روز پیش رهبران اروپا در جام جهانی در قطر شرکت کردند. این همزمان بود با وقتی که آیت الله داشتن مردم خودشون رو قتل عام میکردن. بنابراین بیانیه ها خوب هستن، ولی اقدام مهمتره. و خانم اوخایسکا از حزب مردمان اروپا. خیلی متشکرم خانم رئیس، آقای کمیسر. انقلاب کنونی ایران تصویر یک زن روی خودش داره که داره حجاب خودش رو آتش میزنه. این نماد اعتراض زنان ایران هست. در حال حاضر این انقلاب رهبریش رو زنهای شجاع ایران بر عهده دارن که بسیار فراتر از حقوق زنان رفته. معترض ها خواستار اصلاحات گسترده هستند، خواستار سرنگونی رژیم هستند. میخوام از یک
شهروند 18 ساله ایرانی صحبت کنم که من کفالت او رو برات گرفتم. راشد در سپتامبر 2022 دستگیر شد و در همون مرحله اول بازجویی ها او رو شکنجه کردند به همراه گروه دیگری از دستگیر شده ها. اونها رو وادار کردند به اعتراف، به این اعتراف های ساختگی، و تک تک ما میتونیم که کار کنیم، کمک کنیم به نفع این زندانی ها. من فکر میکنم که در نهایت سرنوشت این انقلاب حیاتی خواهد بود برای سرنوشت همه ما. خیلی متشکرم. و حالا آقای تونینو پیتسولا از سوسیالیست ها و دموکرات ها. متشکرم خانم رئیس، همکاران محترم. نباید سکوت اختیار کنیم در قبال اون چیزی که در ایران اتفاق میفته. مردم دارن برای آزادی خودشون کشته میشن به دست رژیم جمهوری اسلامی. مرگ شکنجه برای مردمی که حق اساسی خودشون رو میخوان. رژیم ایران وحشی و بیرحمه و حتی از تکنولوژی استفاده میکنه و از تکنولوژی تشخیص چهره ها برای سرکوب شهروندان خودش. ضمن اینکه باید شراکت پهپادی اونها با روس ها که به اوکراین تجاوز کردن رو هم باید محکوم کنیم. ما به قوی ترین نحو ممکن از مردم ایران حمایت میکنیم و نیاز داریم به یک پاسخ قاطعانه، و سپاه پاسداران رو هم باید در فهرست سازمان های تروریستی قرار بدیم. پاسخ ما به رژیم جمهوری اسلامی باید روشن و بلند باشه. از کشتن مردم خودتون دست بردارید. متشکرم از شما. و حالا آقای بارت خرویت هاوس از احیای اروپا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیاری از فعالیت‌های کشتار و گروگانگیری رو نه فقط در ایران بلکه به طور فزاینده در خاک اروپا انجام داده. اعضای سپاه پاسداران فرزندانشون رو می‌فرستن که اینجا در اروپا تحصیل کنن. شبکه‌های اجتماعی در اروپا زیر سیل پروپاگاندای مشمئز کننده سپاه قرار داره و همچنین دارایی‌های سپاه پاسداران اینجا در سراسر قاره ما خابیده. و اگر که ما بیایم سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست کنیم، اون وقت این پارلمان رأی خواهد داد تا این دارایی ها رو مسدود کنیم، تا تحریم کنیم سپاه رو، و با این حرکت حمایت خودمون رو از سپاه مردم ایران نشون میدیم. و این باید پیامی هم باشه برای دیگران مثل دولت چین و شرکت چینی هواوی که کمک میکنه به رژیم ایران در سرکوب بیشتر مردم خودش، و به روسها که پهپادهای ایرانی رو، پهپادهای سپاه رو میخرن و از اونها در جنگ علیه اوکراین استفاده میکنن. این حرکت ها نباید بدون پاسخ باشه، نباید بدون واکنش باشه. سپاه پاسداران در اروپا جایی نداره و زن زندگی آزادی با فهرست کردن سپاه به عنوان نهاد تروریستی شروع میشه. متشکرم. و حالا خانم هانا نویمن از گروه پارلمانی سبز ها. دیروز 12,000 نفر به استراسبورگ اومدن برای اینکه برای یک ایران آزاد و علیه رژیم وحشی اون اعتراض کنن، تظاهرات کنن. مردم ایران این رژیم چقدر باید وحشی باشه که حاضرن بمیرن تا اون رو سرنگون کنن. و حالا اتحادیه اروپا نباید چنین رژیم رو تثبیت کنه وقتی که مردم خودش دارن برای سرنگونیش می جنگن. بنابراین چطوره که از یک طرف کمیسرهای اتحادیه اروپا این اعدام ها رو محکوم میکنن و از طرف دیگر با همتایان ایرانی خودشون در روی فرش قرمز ملاقات میکنن؟ چرا باید به اینها اون اعتبار و شناسایی رو بدیم که به شدت بهش نیاز دارن در عرصه بین المللی؟ بنابراین زمان مماشات به پایان رسیده. همینطور که
سرکوب بیرحمانه معترضان ادامه پیدا میکنه، تا اون زمان که ادامه داره ما نباید با اینها مذاکره کنیم. تا زمانی که این رژیم مردم خودش و مردم منطقه رو مرعوب میکنه، ما هم باید با اونها به سیاق تروریستی و به عنوان تروریست برخورد کنیم و اونها رو تحریم کنیم. مردم ایران به خیابونها ریختن در ایران و در سراسر جهان و خواستار حمایت ما هستند. من با اونها میستم، در کنار اونها میستم و همه ما باید چنین کنیم. خیلی متشکرم. و حالا آقای کامپو منوزی از هویت و دموکراسی. بله، من خودم عضو هیئت روابط پارلمانی با ایران هستم و حتی پیش از این بحران که سپتامبر شروع شد ارتباطاتی و آشنایی داشتم. خب امیدوارم که در فرصت بعدی بتونیم یک بحث دیگری داشته باشیم، چون مسائل خیلی پیچیده و جدی پیش روی ما هستند. بحث خونریزی هست، بحث حملات سایبری هست، حمله سایبری به آلبانی رو میدونید، بحث پهباد در جنگ اوکراین هست که و باید بگم که تحریم های ما یک مقدار خجول و ناکافی هستند. اینجا در این پارلمان کسانی هستند و بودند که خیلی به قوت میخواستند حمایت کنند از توافق برجام که واقعا جای دفاع نداره. ما نباید به این رژیم هدیه بدیم و یک حرکت شجاعانه و نمادین دیگر میتونه این باشه که سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدیم. بنابراین امیدوارم که کمیسیون در این رابطه اقدام کافی به عمل بیاره. خیلی متشکر هستم. و حالا خانم رودریگز از گروه سبز. بیننده پوشش ویژه ما هستید از جلسه پارلمان اروپا در مقر فرانسوی این اتحادیه در استراسبورگ. این جلسه به بررسی نحوه و واکنش اتحادیه اروپا به تحولات ایران، برخورد حکومت با معترضان و اعدام‌ها در این مورد، همطور که در بین صحبت‌ها هم شنیدید، تعداد قابل توجه از نمایندگان اتحادیه اروپا خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در این اتحادیه شدند، روندی که گمان میره ممکنه در روزهای پیش رو در این اتحادیه به بحث گذاشته بشه. تعدادی از نمایندگان اظهارات مختلفی در مورد اعتراضات کردند، از جمله یکی از نمایندگان پارلمان اروپا گفت 25 شهروند اروپایی در ایران در گروگان هستند. نماینده دیگری از حزب سبز گفت رژیم ایران باید برای کشتن مردمش پاسخگو بشه. یک نماینده دیگر گفت رژیمی که کودکان رو میکشه نباید وجود داشته باشه. تقریبا همه صحبت کسانی که تا حالا صحبت کردن اظهارات تندی علیه جمهوری اسلامی داشتن. اجازه بدید به مابقی این جلسه گوش بدیم. ابراز حمایت کنیم که به شدت بهش نیاز دارن. علاقه لوکاس ماندل از حزب مردمان اروپا. همکاران محترم، رژیم ایران تهدیدی است برای کشور خودش و خارج از کشور خودش، تهدیدی است برای مردم خودش، برای منطقه، به ویژه برای اسرائیل و برای جهان، و سال هاست که چنین بوده و جهان آزاد باید خیلی کار کنه، از این فرصت استفاده کنه تا تنش ها در داخل ایران رو کم کنه و ایران رو به عنوان یک بازیگر در عرصه جهانی بتونه مهار کنه. خیلی تلاش کرد اما این هدف محقق نشد، بلکه رفتار رژیم بدتر شد. ببینیم رژیمی که مردم خودش رو اینگونه قلق و غم میکنه، رژیمی که دیگران رو بهشون لطمه میزنه و سرکوب میکنه، و حالا وقتی به بحث ایران و روسیه میرسیم میبینیم که خیلی روشنه که یک تصویری داریم از رفتار و ماهیت این رژیم. ما باید از جنبش آزادی به همین دلیل در ایران حمایت کنیم، باید تحریم هایی که همین الان برقرار هستن رو به خوبی پیاده کنیم، چون این رژیم از درون پوسیده، از نظر اخلاقی پوسیده. ما باید این رژیم رو به عنوان چهره واقعی خودش با چهره یک مش جنایتکار پوسیده اخلاقی معرفی کنیم.
خیلی متشکرم. و حالا خانم سانتوس از سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها. مجازات اعدام یک مجازات غیر انسانی و توهین‌آمیزه و وحشیگری رژیمی که به تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان و مردان و کودکان به این طریق جواب میده، مردمانی که خواستار آزادی و دموکراسی هستند، نباید بهشون اجازه بدیم که چنین کنن. وقتی که مردم رو به عنوان یک ابزار رعب و وحشت به اعدام محکوم میکنن، باید که پاسخ روشن اتحادیه اروپا رو داشته باشیم. برای همین دلیلی که حیاتی است که تحریم هایی که تا اینجا داریم باید به خوبی پیاده بشن، از جمله تحریم های گسترده تر رو هم باید بهشون فکر کنیم، از اکتیویست ها، روزنامه نگاران و هر کسی که الان نیاز به محافظت بین المللی داره حمایت کنیم. همزمان باید حمایتمون از جامعه مدنی ایران رو بیشتر کنیم، باید کانال های دیپلماتیک رو برقرار کنیم. سپاه باستاران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان های تروریستی ما قرار بگیره. خواستار آزادی بدون قید و شرط شهروندان اروپایی هستیم و بازگشت اونها، شهروندانی که در ایران در بازداشت هستند. همونطور که ویکتور هوگو گفت، مرگ بر مرگ و زنده باد زندگی. خیلی متشکر هستم. و خانم راموس، همچنان وحشت زده میشیم وقتی که سرکوب و اعدام‌های رژیم ایران رو میبینیم، وقتی که تظاهر کنندگان جوان رو میکشن و درد و رنج عظیمی که برای خانواده‌های اونها ایجاد میکنن. 26 نفر محکوم به اعدام، ولی میدونیم که محکومیت به اعدام تنها وضعیتی در ایران نیست، بلکه در جاهای دیگه هم هست. اما ایران اولین کشور در جهانه که زنها رو اعدام میکنه، از نظر تعداد زنهای اعدام شده در رتبه اول هست. بنابراین نمیشه در برابر این شرایط وحشتناک و هولناک سکوت کنیم، باید تحریم‌های بیشتر علیه ایران وضع کنیم. و به همین دلیلی که این قطعنامه رو تصویب خواهیم کرد، با تاکید روی اینکه سپاه پاسداران باید در فهرست تروریستی قرار بگیره و ما باید اعضای اون رو یک به یک به صورت فردی تحریم کنیم. بعضی از اونها رو در سال 2019 تحریم کردیم، اما این باید گسترده تر بشه. زنها با شعار زن زندگی آزادی پیش قراولان این اعتراض ها هستند و حالا نیاز به اقدام دارن، نیاز به حمایت دارن. باید حمایت اضطراری باشه از این افرادی که جانشون در خطره و اتحادیه اروپا باید خیلی روی کردش وحدت رویه بیشتری داشته باشه. خیلی متشکرم آقای جادوت از گروه پارلمانی سبزها. خانم رئیس، آقای کمیسر، خانم ها، آقایان، 4 ماه گذشته از قتل مهسا امینی، 5 ماهی که زنها و عمدتاً زنها جان خودشون به خطر انداختن و دیگران هم همینطور در خیابونها مشغول انقلاب بودن، یک انقلاب فوق‌العاده، انقلاب وجدان‌ها، انقلاب دل‌ها، انقلاب جسم‌ها، علیه سیاست و برای آزادی، علیه یک رژیم فاسد که قتل می‌کنه، که شکنجه می‌کنه، که اعدام می‌کنه. اقدامی علیه انقلاب، علیه رژیمی که از زن‌ها می‌ترسه، از مردمان خودش می‌ترسه. و این ترس خودشو تبدیل می‌کنه به تروریسم علیه مردم خودش، به ارعاب. و حالا ما میخواییم دفاع کنیم از این نیروهای پویای داخل ایران و بیش از اون، فراتر از اون، باید که این شبه نظامیان مرگ، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو پاسخگو کنیم. این فاسدترین، پوسیده ترین بازوی جمهوری اسلامی است و وقت اون خیلی وقته که فرا رسیده که کمیسیون اتحادیه اروپا این رژیم و این سپاه پاسداران رو تحریم کنه. خیلی متشکرم از شما. بله، خانم بیورک از فراکسیون چپ ها. زن زندگی آزادی، این تظاهرات و این اعتراض که یک زن کرد شروعش کرد، حالا تبدیل به یک انقلاب شده. مردان و زنان ایرانی شجاعت خودشون رو به همه نشون دادن. مردم همچنان به اعتراض ادامه میدن.
برای آزادی و با به خطر انداختن جان خودشون و رژیم کاری جز خشونت نکرده. تظاهر کننده ها رو زندانی کرده، شکنجه کرده، حتی اعدام کرده. مجازات های اعدام رو وضع میکنن، صادر میکنن احکامش رو و بعد اجرا میکنن. اقوام مختلف از جمله کردها تحت سرکوب هستن. و دیروز یک تظاهرات بزرگ اینجا بیرون از پارلمان اروپا در استراسبورگ شاهد بودیم و مردم از ما میخواستن که بیشتر کار کنیم، که در کنار معترضان بیستیم، کنار همه اون افراد شجاعی که خواستار رفتن این رژیم هستن، و ما هر کاری که بتونیم همچنان خواهیم کرد. باید این اعدام ها رو متوقف کنیم، باید برسیم به حذف مجازات اعدام، باید اعضای خودمون رو، شهروندان اتحادیه اروپا رو از ایران به اروپا برگردونیم، باید همچنان در کنار مردم شجاع ایران تا زمانی که نیاز باشه همچنان در کنار اونها بایستیم. متشکرم آقای جاوی لوپز از سوسیالیست ها و دموکرات ها. تاریخ حقوق بشر در ایران وحشتناکه. میدونیم که نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور بوده، آزادی های انسانی بهش احترام گذاشته نشده، اقلیت ها سرکوب شدن، قتل های غیرقانونی رو داشتیم، ولی باید صدای خودمون رو بلند کنیم علیه این رژیم وحشی جمهوری اسلامی. و بعد از این خشونتی که با معترضان انجام دادن به دست سپاه پاسداران، بعد از به قتل رسوندن مهسا امینی، چه کار باید بکنیم حالا؟ مسئولیت ما چیه؟ پاسخ ما چی باید باشه؟ باید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو رو در ارتباط با ایران عوض کنیم. نیاز داریم به یک سیاست تحریم، تحریم علیه مسئولان این سرکوب، و باید یک پیام روشن به مردم ایران، به زنان ایران بفرستیم، اونهایی که در خط اول این اعتراض هستن، که اونها رو تنها نخواهیم گذاشت، که اونها رو به تنها نخواهیم گذاشت و دست در دست اونها به پیش خواهیم رفت در این تلاش خودشون، در اعتراضشون علیه این رژیم وحشتناک. خیلی متشکرم. و حالا آقای گتا، یک دقیقه وقت دارید. چرا این همه افراد جوان رو دارن دار میزنن؟ چون مردم رو بترسونن البته. مردمی که به خیابون ها میرن و علیه این رژیم فریاد میزنن. اما یه چیز دیگر هم هست، اینقدر وحشت کردن چون دیگه برگ دیگه برای بازی کردن ندارن. وقتی ببینید در استان‌ها مردم بیشتری دارن تظاهرات میکنن تا در شهرهای بزرگ، هم مردها هم زنها. در قرن 21 ایران باید به آزادی برسه. مردم ایران دیگه این رژیم رو نمیخوان، مردم این سپاه پاسداران رو نمیخوان. هر چی بیشتر دار بزنید جمعیت بیشتری پیش روی خودتون خواهید داشت. به شما میگم ای اعدامگران، روزهای شما به شماره افتادن. خیلی متشکرم آقای دیت مارکست از سوسیالیست ها و دموکرات ها. چهار ماه که مردم ایران دارن زندگی خودشون رو به خطر میندازن تا برای حقوق خودشون بجنگن، و این وظیفه ماست که این انقلاب رو تشویق کنیم، با همه ابزار ممکن ازش حمایت کنیم. ثبات و صلح در خاورمیانه تنها در صورتی محقق خواهد شد که این رژیم سرنگون بشه. امنیت اسرائیل تنها در صورتی محقق میشه که رژیم یهودی ستیز جمهوری اسلامی با یک دموکراسی جایگزین بشه. تروریسم این رژیم باید متوقف بشه. سپاه پاسداران باید در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. برجام آینده ای نداره برای تک تک این جوانهایی که شکنجه کردن و اعدام کردن. از اعدام مردمتون دست بردارید. زن زندگی آزادی.
خیلی متشکرم. و حالا میرسیم به بخش کچتی آی، بحث آزاد بدون ثبت نام قبلی. هر کدومتون یک دقیقه فرصت دارید. خواهش میکنم. متشکرم خانم رئیس. انقلاب مردم ایران با قتل مهسا ژینا امینی به خاطر اینکه موهاش رو یک مقدار از موهاش رو نپوشونده بود به دست پلیس اخلاق ایران شروع شد. مردم خواستار عدالت هستن برای زنها، خواستار آزادی و برابری هستن، میخوان طبق ایدئال‌ها و ارزش‌های خودشون زندگی کنن، اما رژیم ایران با خشونت بی حد و حصر به اونها پاسخ داد، با محاکمه های سرسری و شتاب زده، با اعدام. و حالا کودکانی خواهند بود که والدینشون اونها رو از دست خواهند داد و این قیمت آزادی است برای ایرانی ها. حالا آیا ما میخوایم به کناری بیستیم و فقط نظارگر این وضعیت باشیم، یا اینکه میخوایم که حمایت خودمون رو برای مردم ایران نشون بدیم؟ اتحادیه اروپا باید تحریم ها رو تشدید کنه تا جان ایرانی ها رو نجات بده، و فراتر از اون سیاست پناهندگی ما باید طوری باشه که هر کس از اون رژیم فرار میکنه به مأمنی در اروپا برسه. خیلی متشکرم. و حالا از جانب کمیسر عالی اتحادیه اروپا درباره امور خارجی آقای جوزف بورل، کمیسر رایندر صحبت میکنن. بحث امروز ما گواهی است بر اینکه همه ما نگرانی‌های مشترکی داریم درباره وضعیت در ایران، و نشون میده که تا چه اندازه مصمم هستیم که به سرعت اقدام کنیم برای مقابله با هر گونه سرکوب آزادی‌ها. آقای بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی از نزدیک داره شرایط ایران رو دنبال میکنه شخصا، و در شورای آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا ایران در دستور کار خواهد بود. این شورا همه گزینه‌هایی که در اختیار داره رو در نظر خواهد گرفت، از جمله تدابیر محدود کننده جدید در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همزمان به عنوان نمایندگان اتحادیه اروپا از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد در گفتگوهای خودمون، در تعاملات خودمون با مقام‌های جمهوری اسلامی، که انتقاد کنیم از رفتار اونها و خواستار احترام اونها به حقوق شهروندانشون بشیم. در ارتباط با بازداشت شهروندان اتحادیه اروپا و شهروندان دو تابعیتی با همکاری نزدیک با کشورهای عضو که شهروندانشون زندانی هستند ادامه خواهیم داد. از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد که مراتب انتقاد خودمون رو به مقام‌های ایرانی ابراز کنیم در ارتباط با این سیاست غیر قابل قبول و فزاینده زندانی کردن خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا در ایران. پیشتر بحث شهروند بلژیکی رو مطرح کردید که در ایران زندانی شده، به بیش از 40 سال حبس محکوم شده. ما همچنان حمایت میکنیم از تلاش‌های همه کشورهای عضو که در چنین شرایطی از هر فرصتی استفاده خواهند کرد، از هر کانال ارتباطی با ایران استفاده خواهند کرد که بگن به رژیم جمهوری اسلامی که این سرکوب‌ها مایه نگرانی و ناخرسندی ما است. ما همچنان حمایت خودمون رو از مردم ایران ادامه خواهیم داد. میخوام که مراتب همدردی خودم رو و از حمایت خودم رو از شهروندان اروپایی که در ایران زندانی هستن رو هم ابراز کنم. از اراده شما، از ابتکار شما تشکر میکنم. خیلی ممنونم. به پایان این بحث میرسیم. رأی در این باره روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. و حالا میریم به موضوع بعدی دستور کار ما که بیانیه معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و نماینده عالی برای سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود در ارتباط با شراکت بین اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین. میکروفون رو بار دیگر به آقای کمیسر دیدیه ریندرز میسپارم.
اینترنشنال آنچه میدیدید نشست پارلمان اروپا بود در مقر فرانسوی این اتحادیه در استراسبورگ. همونطور که شنیدید تقریبا همه نمایندگان اروپایی که به پشت تریبون آمدن و صحبت کردن تقریبا یک صدا از اعتراضات در ایران حمایت کردند، از رفتار جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد کردند و تعداد قابل توجهی از اونها خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد در اتحادیه اروپا شدند، چیزی که گمان میره ممکنه در روزها و هفته‌های پیش رو به رأی هم گذاشته بشه. اینجا در استودیو فرزین ندیمی به ما پیوسته، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی. آقای ندیمی، به نظر میاد که این زمزمه‌های احتمالی فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی داره جدی و جدی‌تر میشه. اگر بشه چه تأثیراتی عملیاتی داره برای سپاه پاسداران، به خصوص در زمینه لوجستیکی و فعالیت‌هاشون؟ پشت سر من هم می‌بینید امید معماریان هم به ما پیوسته، روزنامه‌نگار، به شما هم خواهیم آمد. خب البته تأثیراتش قابل توجه شاید بشه گفت، شاید نخواهد بود، به خاطر اینکه سپاه پاسداران از سال 2007، 2010، 2017، 2019 در فهرست تحریم‌های ایالات متحده بوده و اتحادیه اروپا از سال 2010 کلیت سپاه پاسداران رو تحریم کرده بوده و هر گونه معامله تجاری با سپاه رو ممنوع کرده بوده. البته اینجا بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به وسیله اتحادیه اروپا یک بحث جدید هستش و میتونه از این نظر تاثیرگذار باشه که هر گونه شرکت‌های تجاری اروپایی رو از معامله کردن با شرکت‌های تجاری که به هر ترتیبی با سپاه پاسداران ارتباط دارن برحذر خواهد داشت و خود این شرکت‌ها هم بیشتر از پیش احتیاط رو به خرج خواهند داد. البته ولی این جریمه نیست، میتونه عواقب کیفری داشته باشه. دقیقاً، چون سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی اعلام میشه میتونه عواقب کیفری داشته باشه و از اونجایی هم که بیشتر اقتصاد ایران به نوعی دست سپاه پاسداران هست، این عواقب از نظر اقتصادی هم قابل توجه خواهد بود. سپاه پاسداران بر روی ایرلاین های مثل ماهان ایر کنترل کامل داره و اگر بشه این ارتباط بین سپاه و این بازوهای اقتصادیش در برای اتحادیه اروپا به اثبات برسه، که فکر نمی‌کنم کار خیلی مشکلی هم باشه، در اون صورت پرواز این نوع هواپیماها و دیگر ایرلاین هایی که سپاه در آینده تشکیل خواهد داد بر فراز آسمان اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد و این میتونه به اقدامات لوجستیکی سپاه پاسداران در منطقه در محدوده که به نوعی ارتباط با اروپا داشته باشه تاثیر زیادی بذاره. ولی همونطور که عرض کردم، به هر حال سپاه به عنوان یک سازمانی که سابقه تروریستی خیلی زیادی داره میشه انتظار داشت که راه‌های پیدا بکنه با ایجاد مجدداً شرکت‌های پوششی در کشورهای دوردست در آسیای شرقی، سعی بکنه که به نوعی جایگزین بکنه و این فشارهایی رو که از این طرف ممکنه روش بیاد از سمت اروپا بتونه جبران بکنه. ولی به هر حال این کشورها باز هم مشکل خواهند داشت، باز هم از نظر قضایی اروپا شاید بتونه بر اونا فشار بیاره که از ارتباط خودشون هرچند غیر مستقیم با سپاه پاسداران خودداری بکنن. باید این اراده سیاسی هم در دیگر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تا چه حد وجود خواهد داشت که به این جریان بپیوندن. آقای معماریان، یک موردی که الان در اتحادیه اروپا میزان همراهی و همدردی شاید مشابه باشه بحث اوکراینه، ولی هر موقع بحث اوکراین و روسیه میشه میبینیم بعضی اوقات نمایندگانی هستن در راست افراطی، در چپ افراطی، که خیلی همراه نیستن مثلا با اقدامات اتحادیه اروپا در اوکراین. ولی الان در این صحبت‌هایی که دیدیم از احزاب چپ آمدن، از احزاب راست اومدن، از تکنوکرات‌ها آمدن، تقریبا همه یک صدا بودن. کاملا همینطور است. یکی از نکاتی که به نظر من خیلی جالب بود این همصدایی احزاب مختلف اروپا در این جلسه بودش. تا همین چند ماه پیش من خاطرم هستش که از اروپایی‌ها که می‌پرسیدن که آیا امکان این هستش که یک اقدام مشترکی علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام بشه، بحث غالبی بود که ما حتی ظرفیتش رو نداریم، یعنی دست ما با اوکراین پر هستش، نمیخوام به سمتی با جمهوری اسلامی بریم که وارد یک منازعه جدیدی بشیم، هزینه های زیادی به اروپا تحمیل بشه. حتی حزب سبز اروپا و در بسیاری از کشورها حزب سبزشون که معمولا شعارشون حقوق بشر و مواردی از این دست هست، اونها هم با احتیاط بسیار زیاد عمل میکردن. میخوام بگم که تغییر لحن بسیار جدی اتفاق افتاد. مثلا در خصوص آلمان
آلمان من خودم خاطرم هست که در طی سالهای گذشته یکی از کشورهایی بود که وقتی فعالان حقوق بشر صحبت میکردن با مقامات این کشور برای مثلا اسپانسر کردن حمایت کردن از قطعنامه‌های حقوق بشری یا گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی در خصوص بحث حقوق انتقادی حقوق بشر و اینکه فشار بیارن به مقامات حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی برای اینکه به هر حال یه سری تغییرات ایجاد بکنن، مقامات آلمان خیلی محتاط بودن و همواره یک صد محکمی بودن حتی در کنار بقیه کشورهای اروپایی، یعنی حتی بقیه کشور اروپایی یه مشکل داشتن به نام آلمان. الان میبینیم که خود آلمان یکی از کشورهایی هستش که پیشگام این مسئله هست و میگم لحن نمایندگان در این جلسه به نظر من خیلی متفاوت بود با اون چیزی که ما در طی سالهای گذشته اصلا بیاد بریم کسی که تو بروکسل رفتن میدونن که چنین هماهنگی در بین این همه منافع متضاد و متفاوت نشون دهنده قدرتی هستش که اعتراضات داشته در طی 4 ماه گذشته، نشون دهنده از خودگذشتگی هست که جامعه جهانی دیده، نشان دهنده صبوریتی هستش که جمهوری اسلامی همونطور که گفتن که در این جلسه گفته شد که نیروهای چیز از کلمه وحشی استفاده کردن و از نیروهای تروریستی استفاده کردن، از اینکه از مردم خودشون میترسن و این ترس رو به صورت مرگ در میارن در خود ایران و در منطقه. میخوایم که این اتفاقا هستش که باعث شده که به هر حال یک چنین لحنی ایجاد بشه، یک چنین جبهه ایجاد بشه در پارلمان اروپا علیه ایران. آقای ندیمی، یک چیز دیگری که به نظر میاد شبیه نمک بر زخم اروپایی ها پاشیدن بوده همین همکاری های پهپادی ایران بوده و فدراسیون روسیه، و دیدیم امروز هم تعدادی از نمایندگان بهش اشاره کردن. به نظر میاد این هم اروپایی ها رو بیش از پیش نگران کرده در مورد نقش جمهوری. بله، کاملا این همکاری استراتژیکی که جمهوری اسلامی داشته با روسیه و شاید در آینده گسترش هم پیدا بکنه، یک اتحادی بین افکار عمومی کشور اروپایی به وجود آورده، بین مردم و همینطور سیاستمداران این کشورها که در مقابل اقدامات ایران باید واقعا این کاری کرد. شاید این نزدیکترین اقدام ایران به مرزهای اروپا بود و این تهدید رو در کنار مرزهاشون احساس کردن. سالها بود که ما میگفتیم که موشک‌های جمهوری اسلامی بردشون داره کم کم به اروپا میرسه، حتی به قسمت‌هایی از اروپا رسیده و این خطر وجود داره که تمام خاک اروپا رو تحت پوشش خودش قرار بده. تهدیدهایی هم گهگاه جمهوری اسلامی میکرد، ولی اینجا به صورت عملی دیدن که این تهدید نظامی جمهوری اسلامی از آستین روسیه به اروپا هم میتونه برسه و بیش از این هم میتونه این تهدید به وجود بیاد. بنابراین میشه گفتش که این تحول در جنگ اوکراین یک تغییر بسیار قابل توجه در رویکرد کشورهای اروپایی و ایالات متحده در رابطه با ایران داشته، و اگر روزی موشک‌های بالستیک ایران هم در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار بگیره، که میشه گفتش که مرحله بعدی خواهد بود که بسیار سطح افکار عمومی رو نسبت به جنبه منفی افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی بالاتر خواهد بود. اجماعی در این اندازه علیه یک حکومت رو تا به حال دیده بودید در این سالهای اخیر؟ به این شکل شاید خیلی خیلی کم پیش میاد که یک حکومتی بتونه به این صورت شرایط رو کنار هم جوری قرار بده که به این شکل جامعه جهانی دوستاش رو کم ببینه و جامعه جهانی رو علیه خودش بشورونه، هم در داخل تحت فشار باشه و هم در خارج، هم در منطقه کشورهای بسیاری با ایران دچار اختلافات جدی باشن، و ما حتی می‌بینیم کشور عراق هم با وجود این که از گروه‌های نیابتی ایران در این کشور قرار دارن، ولی هنوز نمیتونه ایران روی حمایت 100% دولت عراق حساب بکنه. در سوریه هم همینطور. بنابراین میشه گفتش که در جبهه‌های مختلفی در از سطح‌ها و جهت‌های مختلفی جمهوری اسلامی تحت فشار هست و این فشار همچنان ادامه خواهد داشت، به خصوص اگر سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی قرار بگیره. آقای معماریان، این فشار هم در داخل هست طبیعتاً از طرف معترضان و هم از بیرون هست از طرف دولت‌های غربی. اگر شروع اعتراضات رو شبیه گوله برف ببینیم، آیا شبیه به یک بهمن شده به نظرتون الان؟ و اگر آره، آیا دیگه جمهوری اسلامی در جایی هست که بتونه متوقفش کنه؟
به نظرم برای مقامات جمهوری اسلامی تبدیل داره به بهمن میشه، حتی اگر که صداش رو نشنون و اون فشاری که داره میاره رو در واقع نتونن احساس بکنن. الان ببینید برای کشورهای اروپایی ایران مزیت اقتصادی بسیار زیادی داره، ولی توجه بکنیم که الان خود جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک موضوع رادیواکتیو، یعنی حکومتی که با قتل و با اعدام و با انواع مختلف سرکوب و کشتن کسی که تظاهرات میکنن، کسی که تظاهرات مسالمت آمیز میکنن و با انواع مختلف نقض حقوق بشر به هر حال گره خورده اسمش. برای شرکت‌های اروپایی، برای کسانی که به هر حال میخوان با ایران بیزنس داشته باشن، تجارت بکنن، رفتن به یک همچین جایی به هر حال خیلی هزینه‌اش بالا هست. بسیاری از این شرکت‌ها برای مجمع عمومی دارن، سهامدار دارن و این که مثلا این افراد بخوان برن ایران و یعنی واقعا میخوان که اونجا کار عادی بکنن مثل کشور دیگه، براشون هزینه زا خواهد. بنابراین میخوام بگم که مزیت‌های اقتصادی در واقع عملاً از بین رفته برای اروپایی‌ها و این چیزی بود که در ته سال گذشته یکی از عواملی بود که باعث میشد که جمهوری اسلامی یک ترمزی بود در برابر اروپا که با جمهوری اسلامی مقابل کنه. برای من به نظر من این یک قطعا یک بهمنی هستش که همین جوری در برابر وسعت ابعادش افزوده میشه و اروپا به نظر من آخرین مرحله هست، به خاطر اینکه میگم اروپایا در طی سالهای گذشته خودشون یه سدی بودن، مثل سدی عمل میکردن در برابر ایران و خیلی ملاحظه کار بودن. بسیار از کشورهای اروپایی که در ایران سفارتخونه دارن، در ایران منافع زیادی دارن، در حال همواره ملاحظه کاری خودشون داشتن. ولی همونطور که اشاره شد در برنامه، به نظر من مسئله اوکراین و حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و فرستادن اون پهپادها یک جوری به نظر من میخ آخر بود که به این تابوت زده شد، از این جهت که به هر حال اگر بسیاری از اروپایی‌ها میگفتن که به هر حال مسئله اوکراین مسئله ما هست، مسئله اروپا هست، مسئله تاریخ ما هست، مسئله آینده ما هست، مسئله کنونی ما هست، ما حاضریم تمام فشارها رو تحمل بکنیم که به هر حال با مسئله اوکراین مواجه بشیم و مسئله ایران از ما دور هست. وقتی که ایران کمک کرد، جمهوری اسلامی کمک کرد به روسیه، وقتی که پهپادهای جمهوری اسلامی رفتن و در کیف و شهرهای دیگه مردم عادی رو مورد هدف قرار دادن و اونا رو کشتن، به نظر من اون مرزم از بین برد. یعنی اون اگه در مورد بهمن صحبت کنیم که از ابعاد بهمن همین مسئله بود که اون مرز رو از بین برد که بگن که ایران با ما مرز مشترک نداره، خطر فوری نیستش برای ما، ما خطر فوری اولمون روسیه هست و ماجرای جنگ اوکراین. برای من میخوام که مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا اینکه این هماهنگی ایجاد بشه و این بهمنی که شما بهش اشاره کردین در واقع شکل بگیره. ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت در میشیگان، و اینجا در استودیو فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی. ممنونم از هر دوی شما. همطور که در جریان هستید، پارلمان اروپا دقایق پیش بحث در مورد اعتراضات سراسری و وضعیت حقوق بشر در ایران رو انجام داد. ساعتی پیش هم در حاشیه اجلاس داووس، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با وحشیانه و وحشتناک خوندن سرکوب اعتراضات توسط جمهوری اسلامی گفت از تروریستی خوانده شدن سپاه توسط اتحادیه اروپا حمایت میکنه. اقدامات رژیم ایران وحشیانه و هولناکه. اونها حقوق بشر رو زیر پا میذارن. چیزی که میبینیم و اتفاقاتی که در ایران رخ میده غیر قابل باور هستند. پس لازمه که یک پیام جدی و اقدام خیلی فوری صورت بگیره. به همین دلیل ما به دنبال دور جدیدی از تحریم‌ها هستیم. همچنان من از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنم. من شنیدم که برخی وزیران این رو می‌خوان و من هم فکر می‌کنم حق با اونهاست. مهران عباسیان همکارم از استراسبورگ فرانسه به ما پیوسته. مهران، یک صدا بودن همه نمایندگان. فردا همونطور که میگه این یک صدایی در پارلمان اروپا بی سابقه بوده. 22 نماینده پارلمان درباره ایران صحبت کردند، از دو جناح چپ و راست، که همگی متفق از سرکوب ها گفتند، از زندانی شدن معترضین گفتند،
از اعتراض‌های مدنی در ایران گفتن و از کودک کشی در ایران. اکثر اونها هم خواستار این شدن که سپاه پاسداران به عنوان بازوی اصلی جمهوری اسلامی در سرکوب‌ها جزو لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. نماینده ها اشاره های زیادی داشتن که سپاه بجز اینکه برای مردم خودش میتونه مضر باشه، با نیروهای نیابتی که در دنیا داره میتونه برای جامعه جهانی خطرناک باشه. از شورای وزیران گفتن نماینده جوزف بورل، آقای رایندر از شورای اروپا گفت که به زودی جلسه ای درباره ایران خواهند داشت و تحریم های سنگینی رو اعمال می کنن برای سپاه هم همچنین، اما اشاره به این نکرد که خواهان این هستن که سپاه در لیست تروریستی قرار بگیر. البته باید روز پنجشنبه منتظر رأی گیری پارلمان اروپا باشیم که ببینیم آیا آرای کافی از 700 نماینده پارلمان اروپا رأی مثبت میده که سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. خب هانا نیومن صحبت یعنی انتقاد کرد از کشورهای اروپایی، گفت ما نمیتونیم فقط محکوم کنیم، از یک طرف محکوم کنیم و از طرف دیگه بر روی فرش قرمز با مقامات ایرانی بریم. از احتمال پناهندگی ایرانی ها گفتن که اروپا باید سیاستش رو عوض کنه و با آغوشی باز مأمن گرمی برای معترضینی که از ایران خارج میشن باشه. از کودک کشی گفته شد، اکثرا شعار زن زندگی آزادی رو سر دادن، از انقلابی که توسط زنان داره شکل گرفته میشه. از ژینا امینی گفته شد که یک دختر کرد بوده، از سرکوب اقلیت ها در طی 43 سال گذشته گفته شد. نمایندهی گفت رژیمی که کودک خودش رو میکشه همین کافیه برای اینکه کل رژیم به عنوان یک رژیم تروریستی معروف بشه. ممنونم از تو مهران عباسیان، همکارم از مقر اروپایی اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه. همزمان که داشتیم صحبت می‌کردیم، نشست خبری مشترک جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا و آنتونی بلینکن همتای آمریکاییش هم در جریان بود. آقای کلورلی گفته که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کنار هم از مردم ایران به گفته او دفاع می‌کنن. او گفته که حالا ایران قدم‌های فراتری گذاشته و پهپاد هم به روسیه برای کشتن شهروندان اوکراینی فرستاده. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در این زمینه در کنار هم خواهند ایستاد. آقای کلورلی باز هم گفته که بریتانیا و آمریکا در همکاری مشترک با همدیگه روبروی تهدیدهای ایران خواهند ایستاد. او گفته که هرگز ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، ادبیاتی که در گفته‌های مقامات غربی دائما میشنویم، ولی الان گفته که ایران به مرحله‌ای از توسعه هسته‌ای رسیده که در تاریخش بی سابقه بوده. بخشی از صحبت‌های جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا بود که همینجا در واشنگتن دی سی با همتای آمریکاییش صحبت می‌کرد. سعی می‌کنیم در ادامه برنامه به وزارت خارجه بریم و در این باره بیشتر صحبت بکنیم، اما فعلا برگردیم به اروپا. همطور که گفته شد پارلمان اروپا همین دقایق پیش بس در مورد اعتراضات سراسری در ایران و وضعیت حقوق بشر در این کشور رو مورد بررسی قرار داد. دقایق پیش فردریک ریس، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا از فراکسیون احیای اروپا، گفت دیروز بیش از 15,000 شهروند ایرانی در استراسبورگ جمع شدند تا صدای اعتراض مردم ایران شنیده بشه. شکرم. از جانب گروه پارلمانی احیای اروپا، فردریک ریس، خیلی متشکرم خانم رئیس. ما در زبان فرانسه هم میگیم الان دیگه زن، زندگی، آزادی. دیروز حدود 15,000 شهروند ایرانی از سراسر اروپا اینجا به استراسبورگ اومدن تا شعار بدن و اعتراض کنن به سرکوب سپاه پاسداران رژیمی که معترضان را اعدام میکنه، به دار میآویزه، برای اینکه ترسیده از صدای اعتراض مردم. ما باید خیلی جدی باشیم. در درجه اول در بالاترین سطح ممکن نیاز به تحریم داریم علیه سپاه پاسداران که باید در فهرست تروریستی هم قرار بگیره، و بعد گروگان ها هستن 25 شهروند اروپایی از جمله شهروندان بلژیکی و دیگر کشورها. این
واقعا شرم‌آور هست. این چه عدالتی است؟ باید به تقاضای زنان ایران پاسخ بدیم و باید از گروگان‌های خودمون دفاع کنیم. پیش از شروع بحث درباره تحولات ایران، جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان این اتحادیه سرکوب خشونتبار معترضان و همینطور فروش سلاح به روسیه از سوی جمهوری اسلامی رو غیر قابل قبول خوند. سرکوب وحشیانه تظاهر کننده ها و استفاده ابزاری و سیاسی از مجازات اعدام غیر قابل قبوله. همچنین حمایت از روسیه، حمایت نظامی از روسیه با توجه به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، اون هم غیر قابل قبوله. البته من به همتایان ایرانی خودم گفتم در موارد متعددی و اونها انکار میکنن که دارن به اوکراین سلاح میفرستن برای جنگ اوکراین، ولی خب فکر میکنم که واقعیت چیز دیگری باشه و به همین دلیل هم هستش که ما 5 سری تدابیر محدود کننده اتخاذ کردیم. 3 تا از اونها مربوط به نقض حقوق بشر در ایران میشه و 2 موردش مربوط میشه به فرستادن پهپاد به روسیه. اما با وجود همه اینها فکر میکنم که باید کانال های ارتباطی رو باز نگه داریم در ارتباط با این مذاکرات درباره توافق هسته‌ای، برجام گزایی. باید همچنان همه تلاش خودمون رو بکنیم که ایران به سلاح هسته‌ای نرسه و من هیچ راه بهتری از برجام نمی‌شناسم برای رسیدن به این هدف. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از آلمان با ماست. آقای براتی، به نظر میاد که کاملا داریم وارد یک فصل جدیدی از روابط جهان، دست کم دنیای غرب با جمهوری اسلامی میشیم و هنوز گره بحران هسته ایران هم سر جاش باقیه. در چنین فضای متشنجی به نظرتون به کجا خواهد رسید این تنش؟ ببینید، صحبت‌های امروز رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا رو شما به عنوان خبر ماه و حتی خبر سال باید تلقی کنید. صحبت‌هایشون معنیش این هست که 27 حکومت در اتحادیه اروپا توافق کردند که جمهوری اسلامی بی آینده است، دیگر امکان تداوم حکومتش نخواهد بود، بنابراین می توانیم اکنون جمهوری اسلامی رو در لیست نیروهای تروریستی قرار بدیم. تا به حال موضع دولت‌های اروپایی این بوده تا زمانی که یکی از دادگاه‌ها یا چند دادگاه در اتحادیه اروپا افرادی از سپاه و یا قدس رو محکوم به تروریست نکرده باشه، ما نمیتوانیم افراد سپاه رو در لیست نیروهای تروریست قرار بدیم. این موضع به اصطلاح دیپلماتیکشون تاکنون بوده. اینکه امروز کاملا تغییر موضع میدن و خانم اورزولا فون در لاین اصلا منتظر رأی پارلمان هم نمیشه که قرار روز پنجشنبه در مورد تروریست بودن و یا نبودن سپاه پاسداران رأی بده، ایشون به عنوان رئیس قوه اجراییه کل اتحادیه اروپا میاد همچین موضعی رو میگیره و این معنی این رو داره که دنیا وداع کرده با ادامه حکومت جمهوری اسلامی. بنابراین اون چی که مربوط به برجام و مسائلی که مربوط به مذاکره میشه الان به سوی میره و اون چی هم که در داووس گفته میشه این هست که اگر میخواهید اصلا با جمهوری اسلامی گفتگویی داشته باشید، گفتگوتون باید با مرکزیت حقوق بشر انجام بگیره، موضوع دیگری در گفتارتون نباید باشه. بنابراین ما از اینجا حرکت بکنیم که واقعا بنا به گفته شما ما در سیاست منطقی و بین‌المللی وارد یک فاز جدیدی شدیم که حمایت از انقلاب ایران، حمایت از جنبش جوانان و زنان ایرانه و دیگر اون چه مماشاتی که تاکنون با جمهوری اسلامی بوده لااقل از طرف کشورهای اتحادیه اروپا دیگر ادامه نخواهد داشت. این دیگه ربطی زیاد به رأی پارلمان نخواهد داشت، چون حکومت‌ها، دولت‌ها میتونن رسماً در این مورد تصمیم بگیرن. رأی پارلمان اروپا کمک خواهد کرد به لحاظ حقوقی، به لحاظ اخلاقی که دولت‌ها این تصمیمی رو که گرفتن با جدیت دنبال کنن. ممنونم از شما مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از آلمان با ما.
خب اجازه بدید برگردیم به موضوع نشست خبری مشترک جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا و همتای آمریکایش آنتونی بلینکن. همونطور که بهتون گفتم آقای جیمز کلورلی در ابتدای صحبتاش به ایران هم اشاره کرد و اعدام علیرضا اکبری رو شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی رو به شدت محکوم کرد و گفتش که جای تعجب داره که کشوری با تاریخی شبیه به ایران همچنین حکومت زشتی داشته باشه. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا همراه ما. سمیرا بیشتر بگو که چه گذشت در این دیدار و چقدر به ایران اشاره کردن. در همون ابتدای صحبت‌هاشون دو وزیر خارجه زمانی که داشتند محورهای کلی گفتگوهاشون پشت درهای بستر توضیح می‌دادن به مسئله ایران هر دو نفر اشاره کردن. ابتدا آقای بلینکن به اعدام علیرضا اکبری اشاره کرد و گفت که آمریکا قویاً این اعدام رو محکوم می‌کنه و کنار مردم شجاع و با عزت نفس ایران می‌ایسته، کسانی که دارند به رهبری زنان در خیابان‌ها مبارزه می‌کنند برای اینکه بتونن حق و حقوق اولیه خودشون رو به دست بیارن. بعد از آقای بلینکن آقای کلورلی هم گفت که ما در گفتگوها پشت درهای بسته به بحث ایران پرداختیم. از آقای بلینکن تشکر کرد که به شکل عمومی محکوم کرده اعدام آقای اکبری رو و پشت درهای بسته هم تسلیت گفته و ابراز همدردی کرده. آقای کلورلی گفت که جمهوری اسلامی در کمال بزدلی دست به این اعدام زد، یک اعدام سیاسی بوده و او هم تاکید کرد که بریتانیا در کنار مردم ایران هست، مردمی که میخوان فارغ از ارعاب و ترس در آزادی کامل زندگی بکنند. اما این بخش بود که راجع به ایران دو نفر صحبت کردند. بخش عمده صحبت‌ها راجع به اوکراین بود، راجع به کمک‌هایی که کشورهای غربی میتونند به اوکراین بکنند و خواسته‌ای که بریتانیا داره از آمریکا و کانادا که فردا خواهد رفت به کانادا، اینکه تسلیحات پیشرفته‌تری به ویژه در حوزه پدافند هوایی در اختیار اوکراین قرار بده. بخش زیادی از کنفرانس خبری راجع به این مسئله بود تا اینکه باز در یک سوال برگشت به ایران و این مسئله که خب با اعدام علیرضا اکبری حالا چه اتفاقی میفته، تحریم‌های رو بریتانیا وضع کرده و زمانی که ما بحث مذاکرات معلق مانده برجامی رو داریم، این دو کشور که هر دو جزی از برجام بودند، حالا آمریکا پیشتر و بریتانیا همچنان هست، چه تصمیمی دارن، چه استراتژی در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت؟ که آقای کلورلی در صحبت‌های خودش به این اشاره کرد که رفتاری که جمهوری اسلامی انجام میده با مردم خودش، 18000 نفر رو دستگیر کرده، به شکل روزانه داره اعراب انجام میده، داره اعدام انجام میده، اینها چیزهایی است که باید مد نظر کشورهای غربی باشه. ولی نکته ای که صحبت‌های آقای کلورلی داشت این بود که گفت ما به گفتگوها با جمهوری اسلامی ادامه میدیم به این امید که جمهوری اسلامی رفتار خودش رو تغییر بده، که به نظر من این صحبت مهمی بود در صحبت‌های آقای کلورلی و گفتش که مردم از ما میخوان که تحریم‌های بیشتری وضع بکنند، ما داریم فشار وارد می‌کنیم اما نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی بخواد رفتار خودش رو تغییر بده. به تمدن چند هزار ساله ایران اشاره کرد، به هنر ایران و تاریخ ایران اشاره کرد و اینکه خب انتظار میره که دولت بهتری بر مردم ایران بخواد حکمرانی بکنه. و بعدش آقای بلینکن هم در رابطه با برجام مشخصا صحبت‌هایی کرد که صحبت‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا است، تفاوتی درش دیده نمی‌شد، اینکه همچنان آمریکا معتقد است دیپلماسی تنها راه حل و فصل بحران هسته ای ایران هست و با این همه در حال حاضر برجام در مرکز کار وزارت خارجه آمریکا نیست، در دستور کار نیست، اصلا روی میز نیست و جمهوری اسلامی بود که چند ماه پیش فرصت احیا رو از بین برد. و آقای بلینکن گفت اون چیزی که در حال حاضر چشم ایالات متحده برش هست اتفاقات داخلی در ایران هست و سلاحایی که جمهوری اسلامی داره برای روسیه میفرسته. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا. مذاکرات در پارلمان اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همونطور که بهتون گفتم دقایق پیش انجام شد. ارنست اورتاسون از فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا از اعدام جوانان ایران و محاکمه های غیر حقوقی انتقاد کرد. خیلی متشکرم. از جانب گروه پارلمانی سبزها آقای ارنست اورتاسون، جوانها رو اعدام کردن در پی تظاهراتی که بعد از کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاد. طبیعتاً محاکمه‌هایی که در اون از هیچ حقی برخوردار نبودند و اصول بنیادی یک محاکمه عادلانه رعایت نشد و همچنین الان بیش از 20 معترض در خطر اعدام قرار دارند. شرایط سرکوب در ایران
به حدود بی‌سابقه‌ای، درجات بی‌سابقه‌ای از بی‌رحمی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر رسیده. هزاران نفر دستگیر شدند و رژیم ایران باید برای کشتن مردم خودش پاسخگو بشه. مسئولیت سیستماتیک رژیم ایران، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی ایران نمیتونه که ادامه داشته باشه. به همین دلیل است که ما باید تحریم‌های هدفمند رو علیه اونا وضع کنیم و تحریم‌هایی که برقرار هستن رو بهتر اجرا کنیم علیه کسانی که این تظاهرات مسالمت آمیز رو سرکوب کردن، و همچنین با همکاری سازمان‌های بین‌المللی باید تحقیقات بین‌المللی بی‌طرفانه انجام بشه. فردا در پارلمان ما، پارلمان اروپا، با یک صدای قوی صحبت خواهیم کرد با تصویب این قطعنامه. مردم ایران نه فقط مستحق همبستگی ما هستند، بلکه مستحق عدالت، احترام و کرامت هستند. شیوا محبوبی، سخنگوی کارزار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به ما پیوسته. خانم محبوبی، گمان میکنم که احتمالا شنیدید صحبت‌های نمایندگان مختلف رو در پارلمان اروپا. اونها به زندانیان سیاسی ایرانی هم در سخنرانی هاشون اشاره کردن. چقدر دلگرم شدید از اظهارات اونها؟ خب ببینیم، به نظر من خیلی دور جدیدیه، همچین نشستی ندیده بودیم با این روحیه، با این شعارها، و دقیقا همین رو ما روز 12 ژانویه در پارلمان انگلستان دیدیم. به همون شکل صحبت‌هایی که میشد در رابطه با اینکه حتی دولت‌ها رو مورد سوال قرار دادن که کی میخوان اقدام بکنن. ما اولین بار میشنویم که خیلی واضح تک تکشون اعلام میکنن که سپاه پاسداران باید در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. صحبت میکنن از اعدام‌ها، از دستگیری‌ها، از گروگانگیری‌ها. به نظر من امیدبخشه، ولی راستش رو میخوام بگم که این به خاطر این اعتراضات مردمه. همین دولت‌ها دولت‌هایی بودن که در نشست‌هایی که ما باشون داشتیم، نامه‌نگاری که می‌کردیم، حاضر نبودن هیچ کاری بکنن، ولی همین دولت‌ها رو همین اعتراضات مردم در خیابان وادار کرده بیان موضع‌گیری کنن. من وقتی گوش می‌دادم به همین نماینده‌ها و همین طور روز 12 به احساس دیگه‌ای می‌گرفتی، احساس می‌گرفتی که این انقلاب زن زندگی آزادی در قلب همه آدم‌ها داره جا می‌گیره و در نتیجه صحبت‌ها متفاوته، فشار بهشون اومده، مجبورن جوابگو باشن. همین جوزف بورل کسی بود که کاملا سر باز میزد از اینکه مذاکرات رو حتی منوط به این بکنه که زندانیان دوتابیتی آزاد بشن، ولی الان طور دیگه ای صحبت میکنه. چقدر فکر میکنید که فشارهای این چنینی ممکنه تا اندازه ای در تغییر رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان مؤثر باشه، به خصوص از این منظر که شما خودتون سخنگوی کارزار زندانی سیاسی آزاد باید گردد هستید و میدونیم که الان هزاران هزار زندانی سیاسی در ایران در بندن؟ بله، طبعا ما این رو میدونیم که سالهاست از طرف کمیته ما، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، با اتحادیه اروپا قبلا نشست داشتیم. موقعی که مذاکره نمی‌کردن، هر عکس العملی نشون میدادن دقیقا تاثیر داشت رو وضعیت زندانیان و نوع برخورد بهشون. در این مدت هم تاثیر داره، ولی یک فاکتور فرق میکنه. الان جمهوری اسلامی در شرایطیه که هر لحظه ممکنه سرنگون بشه و شمشیر رو هرچه بیشتر از رو بسته و دست به کشتار زده. ده ها هزار نفر در زندانن، ده ها هزار نفر اجازه بدیم بگم روبوده شدن و ناپدید شدن، و به خاطر همین تأثیر داره. ولی چیزی که ما میخواییم، تأثیری که داره این نیست که بگن ما بایدشون گفتمان بکنیم، به هیچ عنوان. الان همین به خاطر علیرضا اکبری موقتا دولت انگلیس سفیرش رو فراخون موقتا، در حالی که ما این رو میدونیم که اینها میتونن، و خوشحالم که در همون روز 12 در پارلمان انگلستان اشاره کردن نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی رو ببندن، سفرا و خونواده هاشون رو اخراج بکنن و سفیران خودشون رو فرا بخونن. هر چیزی کمتر از این سه تا هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت بر روی زندانیان سیاسی، چون جمهوری اسلامی میدونه اینا مماشات میکنن، گروگانگیری میکنه. نگاه کنین، تا حالا گروگانگیری میکرد تأثیر نداشت، الان دومین گروگان رو اعدام کرد، علیرضا اکبری، چون ما زهرا بهرامی رو داشتیم در سال 2011. به همین دلیل ما باید فشار بیاریم، چیزی به جز این سه خواسته نمیتونه تأثیر داشته باشه. ممنونم از شما شیوا محبوبی، سخنگوی کارزار زندانی سیاسی آزاد باید گردد. میرسیم به پایان بخش اول برنامه 24. اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده از پارلمان اروپا در استراسبورگ به پایان ببریم.